میکنن که باید با شورای نگهبان وارد گفتگو و یا به قولی وارد لابی شد. واکنشتون نسبت به این ادعا چیه؟ شورای نگهبان لابی نداره و اینجا اصلا وارد میشید همش اتاق و سالونه. نه ورود کسی رو تضمین میتونه بکنه، نه برای کسی فرش قرمز پهن. امروز بالش و اسلحه‌ای که نجفی با آن اقدام به قطع کرده بود نیز به عنوان مستندات پرونده مقابل قاضی قرار گرفت. درخواست این رو طبق قانون عمل بشه، همین مام رأی مون قصاص من الا لهم هذا المستطيل. این مربع در مرکز این مستطیل حدود 1200 کیلومتر مربعه که همه مراکز اساسی عمومی در اون جای گرفته. تصور کنید فقط مقاومت همین منطقه رو هدف قرار بده، آیا رژیم توان مقاومت و تحمل داره؟ عصر حجر در اینجا نهفته است. اینجاست که بازگشت به عصر حجر معنی میده. خیلی ترجیح نمیدن که رهن بالا بگیرم، بیشتر ترجیح میدن که حالا یه اجاره بگیرم. 96 متر اوشه 120 میلیون پیش 3 میلیون و 600 هم کرایه. این باید 1500 کرایش باشه. دولت هیچ موقع در بحث اجاره بها مداخله نداشته. هیچ موقع به لحاظ قانونی ورودم نکرده. یک جریان، یک جمع محدود 10-15 سال سینمای ایران رو در واقع در اختیار خودش گرفته. به محض اینکه احساس میکنن خطری تهدیدش میکنه، آدم جدیدی میخواد که گردونه اونها وارد بشه، شروع میکنن تهمت زدن، حرف زدن، این طولای کثیف از کجا اومده، نمیدونم شما دستمزدهای نجومی دادید به بازیگرا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر. بارلاها درود و رحمت فرست بر علی ابن موسی رضا، پیشوای پارسا و منزه، و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک. درود و رحمتی فراوان و کامل با برکت و متصل و پیاپی، بهترین رحمتی که بر اولیاءت فرستادی. قربان رضا جان به قربان رضا، سوجن حور و ملک مهمان دربان رضا. شب یه حس و حال خوبی دارم، خیلی حس و حالم خوبه. گنبدت ضرب المثل های مرا تغییر داد، هر که با مشبیش برفش نه کبوتر بیشتر. حس میکنم امام رضا قشنگ رو بلندی نشسته، داره تمام تک تک ظاهرهاش رو نگاه میکنه. تولد امام هشتم ما شیعیانه و همه شون تبریک میگن. یا امام رضا، یا امام غریب، یا معید زهرا. خوش آمدید در شب میلاد امام رؤوف، هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت. افتخار داریم در جوار پرچم حرم مطهر امام رضا علیه السلام 23 رو تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. این پرچم امروز در سطح پایتخت بود و قاصدی است از اشک ها و لبخند های عاشقانه. یه آدم کارگر از کجا پول بره بره؟ مگه هست ایرانی که امام امام رضا دوست نشته باشه؟ آره پس دوست ندارم. آقا علی ابن موسی رضا کم کسیه؟ به قرآن آرزومه یه بار برم قربون امام رضا شدم. با کدوم پول الان آدم بره؟ من میخوام ببرمت. بسم الله بگو یا علی بگو. یه دقیقه بیاده شید تشید فیرین در عرض 10 ثانیه. بیا بابا یه بیا قربونه تو برم. آقا اینا دوست دارم برن امام رضا. بوی حرم رو میده. عشق شوقه گریه همش با هم. مرسی آقا، ممنون. خیلی سورپرایز خوبی بود، چیزی نمیتونم بگم، واقعا ممنونم. نمیدونم چه جوری شدم.
سورپرایزت کردم من برو آقای امروزا برم قربون شما قربون دستتون زنده باشید آقا جون عالی بود امروزا سورپرایزت عالی بود ان شاء الله همه رو سورپرایز کنه از خنده‌هات معلومه حالت خوب کرد آره علی قربون قبول باشه قربون برم هر چی بخواد در این خانواده است یا امام رضا دست شما درد نکنه السلام علیک یا امام رضا به حق امام جوادت به تلویزیون این پرچم گره‌هایی از زندگیشون باز شده با کسایی بوده که منتظر قصاص بودن به خاطر این پرچم اولیا دم بخشیدن امام رضا تولدت مبارک امروز خیلی ها در زیر سایه خورشید در زیر سایه پرچم امام رضا حسابی حالشون خوب شد ما هم حسابی حالمون خوب شد امام رضا تولدت مبارک یوسف سلامی خبرگزاری صدا و سیما مبارکه و حالا ادامه 23 دستگاه قضا پشتوانه پاسداران محیط زیست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در یک نشست هماندیشی پای صحبت شمار زیادی از فعالان و کارشناسان محیط زیست نشست بازنگری قوانین قدیمی، تشدید مجازات‌ها برای بازدارندگی بیشتر، احیای حقوق عامه در این بخش و نظارت بیشتر برای جلوگیری از تکرار خیانت‌های امنیتی و زیست محیطی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد تأکید فعالان و کارشناسان محیط زیست در این جلسه بود. رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن دغدغه‌های فعالان محیط زیست گفت باید با تخریبگرانی که با تکیه بر نفوذ و ثروتشان به محیط زیست دست‌اندازی می‌کنند مقابله کرد. آقای رئیسی با تاکید بر اینکه باید قوانین حفظ محیط زیست اونقدر سختگیرانه باشه که هیچ فرد، سازمان یا کمیسیونی به خودش اجازه نده طبیعت رو از بین ببره گفت اگه ساختن کارخانه یا بنگاهی به محیط زیست آسیب میزنه باید جلوی این ساخت و ساز رو گرفت. رئیس دستگاه قضا نظرش رو درباره توافقنامه پاریس هم اینطور توضیح داد. ما با این همه اسناد بالادستی هیچ نیازی به توافقنامه‌های مثل پاریس و دیگر توافقنامه‌ها نداریم که ما رو موظف کنه. ما به قدر کافی عقلمون، نقلمون، قوانینمون، اسناد بالادستیمون ما رو موظف کرده به حفظ محیط زیست. بله، ما همکاری‌های بین‌المللی رو نه در این حوزه، در همه حوزه‌ها بهش اعتقاد داریم. همکاری و تعامل با همه کشورها رو در کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌ها حضورمون، حساس بودنمون، ولی بحث ما اینه که ما الان برای حفظ محیط زیست نیاز نداریم به این که بخوایم وارد این اوضاع بشیم. پرونده متهمان جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی هم دغدغه برخی حاضران در جلسه بود که رئیس دستگاه قضا در این باره گفت شما نسبت به کسانی که میشناختیشون تو دانشکده میشناختیشون توی سازمان میشناختیشون اینو بگید که من توی سازمان میشناختم ایشون یا توی این منطقه یا توی این مؤسسه شما شناختتون رو در همین حوزه میتونید بگید اما بگذارید که سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولیت امنیتی دارن اونها در حوزه تخصص اونها سخن بگن اونها اظهار نظر بکنن بگذارید داوری رو قاضی بکنه شما داوری نکنید بله شما به عنوان کسانی که کسایی رو میشناختید میگین این خانم این آقا رو تا روزی که با ما هم دانشکده بود تا روزی که با ما همخونه بود تا روزی که با ما همکار بود من ازش خطایی ندیدم بله این گواهی رو شما بدید اما اجازه بدید در این رابطه داوری با قاضی باشه و داوری نهایی رو بگذاریم به عهده دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی خط قرمز نداریم وزیر نفت در همایش مبارزه با فساد اداری با انتقاد از فساد برخی به خصوص در زیر مجموعه خود به همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اطمینان داد در وزارت نفت دستشون برای رو کردن فساد بازه هیچ خط قرمزی موجود نداره برای مرسوس هر جایی دیدید دنبال کنید رحم به اینا بکنید مردم رو تیکه پاره میکنه تو این شرایط سخت که مردم برای چند هزار تومن بعضیا گیرن ما بذاریم چند میلیارد تومن یه افرادی ببرن بخورن به حساب خودشون بعد بیان میگن آقا ما اشتباه کردیم خود بچشین سختی اون کاری که بدی که کردیم تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا
در نشست امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، اصلاح ساختار بودجه به بحث گذاشته شد و کلیاتش به تصویب رسید. درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی چهار محور اساسی این اصلاح ساختاره که با هدف کم کردن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب انجام میشه. موضوع اولویت‌های اصلاح ساختار در چارچوب طرح کلی در دستور کار جلسه بعدی این شوراست. شیشه عمر صهیونیست‌ها در تیررس دبیر کل حزب الله لبنان در 13 سالگی پیروزی جنگ 33 روزه در گفتگویی با شبکه المنار از افزایش توان مقاومت گفت و تاکید کرد. در جنگی احتمالی همه مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی در تیررس مقاومت قرار داره. سید مقاومت گفت رژیم صهیونیستی نمیتونه جنگی رو علیه لبنان راه بندازه، چون در این صورت به عصر حجر برمیگرده. این مربع در مرکز این مستطیل حدود 1200 کیلومتر مربعه که همه مراکز اساسی عمومی در اون جای گرفته. دفاتر وزارتخانه ها، وزارت جنگ، فرماندهی ارتش، ریاست ستاد مشترک، فرودگاه بین المللی بن‌گوریون، فرودگاه های داخلی، پایگاه های نیروی هوایی، انبار سلاح های غیر متعارف، پتروشیمی، تأسیسات هسته‌ای و بندرهای تل‌آویو و اسدود. تصور کنید فقط مقاومت همین منطقه رو هدف قرار بده. آیا رژیم توان مقاومت و تحمل داره؟ عصر حجر در اینجا نهفته است. اینجاست که بازگشت به عصر حجر معنی میده. التماس دعا و حالا ادامه خبرها. سید حسن نصرالله در گفتگو با شبکه المنار گریزی هم به شاخ و شونه کشیدن‌های امریکا علیه ایران زد و تاکید کرد وزارت دفاع امریکا چون از پیامدهای جنگ با ایران با خبره نمیخواد چون این اتفاقی بیفته. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد در صورت وقوع جنگی علیه ایران این کشور هرگز تنها نمیمونه و وقتی امریکا متوجه بشه جنگ موجب نابودی رژیم صهیونیستی میشه در محاسباتش تجدید نظر میکنه. 8 ماه تا انتخابات، بازار حرف و حدیث ها داغ شد. واکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت ها: ملاک ما مر قانونه، فرش قرمز برای کسی پن نکردیم. ملاک شورای نگهبان بارها عرض کردیم که اجرای مر قانون هستش. شورای نگهبان نه ورود کسی رو تضمین میتونه بکنه، نه برای کسی فرش قرمز پهن کنه. کت خدایی در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران که از شایعات لابی برخی چهره ها و احزاب با شورای نگهبان پرسید این طور گفت: برخی از اشخاص ثابت اذعان میکنن که باید با شورای نگهبان وارد گفتگو و یا به قولی وارد لابی شد. واکنشتون نسبت به این ادعا چیه؟ شورای نگهبان لابی نداره و اینجا اصلا وارد میشید همش اتاق و سالونه. ما گوشمون نسبت به پیشنهادها و راهکارهای مفید بازه و فرقی نمی کنه از چه کسی، چه گروهی، چه جناحی. این رفت و آمدها از قدیم هم وجود داشته، الان هم وجود داره، تفاوتی نمی کنه. اما نسبت به باج‌خواهی، نسبت به زیاده خواهی و نسبت به اون چیزی که شما فرمودید لابی، گوشهای ما ناشنوا خواهد. محاکمه شهردار اسبق تهران به اتهام قتل محمد علی نجفی که یک ماه و نیم پیش اقرار کرده بود همسر دومش میترا استاد رو به قتل رسونده، امروز اولین بار مقابل قاضی قرار گرفت. نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده این قتل در شعبه نهم کیفری استان تهران. امروز بالش و اسلحه‌ای که نجفی با آن اقدام به قتل کرده بود نیز به عنوان مستندات پرونده مقابل قاضی قرار گرفت. با اعلام رسمیت جلسه در وقت مقرر، نماینده دادستان که از همان ساعات اولیه قتل میترا استاد پرونده را دنبال می‌کرد، با تاکید بر سلامت روحی نجفی در هنگام شلیک به همسرش اتهامات او را قرائت کرد. مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد فرزند کاکابرار 36 ساله همسر دوم خود با سلاح گرم. 2. حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز. 3.
ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت. بعد هم به دست نوشته ای از نجفی اشاره کرد که در آن به اختلافات خانوادگی تاکید داشته. بالاخره کار را به جای رساند که چاره جز آنچه انجام دادم باقی نماند. از تهدید، توهین و تهمت‌های او خسته شده بودم. در ادامه وکیل اولیای دم میترا استاد هم از طرف خانواده او برای متهم تقاضای قصاص کرد. در جلسه امروز برخی نزدیکان نجفی به عنوان مطلع به جایگاه آمدند تا از لحظات اولیه حادثه بگویند. من در که باز شد در حموم دیدم که مثلا خون ریخته کف حموم و اینا. یه پامو گذاشتم تو سمت چپ و دیدم که خانم استاد تو وان دیدم شوکه شدم داد زدم برگشتم آقا. پس از پایان جلسه دادگاه به سراغ برادر میترا استاد رفتیم. درخواست اون طبق قانون عمل بشه همین. یعنی مام رأیمون قصاص. به گفته قاضی محمدی کشکولی این پرونده قتل موضوعی شخصی و خانوادگی است و رسانه‌ها در انتشار اخبار دادگاه باید مراقب رعایت اخلاق و حریم خصوصی طرفین پرونده باشند. و چرخ خودروهای ناقص الخلقه بر مدار چرخش. معاون وزیر صنعت از کاهش تولید خودروهای ناقص خبر داده و گفته با وعده‌ای که یکی از خودروسازهای بزرگ داده همین هفته تولید خودروهای ناقص به صفر میرسه. مقیمی به 100,000 خودروی زمینگیر شده یک کف پارکینگ ها هم اشاره کرده و گفته قطعات کسری این خودروها شناسایی شده و با تأمین این قطعات و ورود اونها به خط تولید میزان عرضه در بازار هم بیشتر میشه. توی بازه زمانی فکر می‌کنم حدود 5 هفته سعی می‌کنیم که این خودروها رو از کف پارکینگ به مردم تحویل بدیم که خود این امر الان باعث شده که یه قدری بازار و قیمت یه مقداری کاهش پیدا بکنه و این رو به اصطلاح شاخص‌های قیمتی که سازمان حمایت به صورت روزانه منتشر می‌کنه داره کاملا این رو نشون میده. اما رئیس اتحادیه بنگاه‌های مسافربری هم از کاهش قیمت لاستیک خودرو خبر داده و گفته وزارت صنعت لاستیک‌های بزرگ رو با نظارت اتحادیه در اختیار مصرف کننده نهایی قرار میده و در اندازه‌ای کوچیک هم لاستیک در بازار کاهش قیمت داشته. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیری و جزئیات بیشتر این خبر. اینا در تیر ماه اومدن لاستیک طول داخلی رو 22% افزایش دادن و با افزایش دادن این 22% لاستیک در سطح بازار توزیع شد و چون پی در پی لاستیک داره توزیع میشه و این در حدود 20% لاستیک های سواری کاهش داشته و با توجه به نظارتی هم که اتحادیه در مورد توزیع لاستیک داره چون اکثر اعضا مصرف کننده با داشتن سند مراجعه میکنن میگیرن و زیاد با قیمت آزاد فاصله دیگه ایجاد نشده. ولی در مورد لاستیک های سنگین البته افزایش کاهش بیشتری داشته، در حدود 30-35% کاهش داشته، اونم به علت توزیع و نظارت صنعت و معدن تجارت و اتحادیه است. کلاکت امشب از دستاندازای مخاطبان برای سینما رفتن گفته و پابندی غرورآفرین. سلام، انقدر سالن سینماها رو خالی گذاشتید و از فیلمها اونجوری که انتظار میرفت استقبال نکردید که بلیت سینما چاره ای ندید جز ارزون شدن. خبر اینه، شورای اکران در آخرین جلسه خود اعلام کرد به منظور حمایت از مخاطبان سینما و اجرای طرح تابستونی، سینمادارها میتونن قیمت بلیت سینما رو در هر روز در سراسر کشور البته تا بعد از ظهر نیم بها کنن. البته خیلی ها معتقدن حتی با این جور روش ها باز هم امیدی نیست به تغییر وضعیت فروش فیلم ها. الان سالهاست در ژانرهای مختلف فیلم نداریم. خب مخاطبش هم در واقع دوست داره بره سینما ولی چون فیلمش نیست نمیره و طبیعتاً الان با یک ریزش مخاطب مواجهیم. ژانر کودک ما الان خیلی حقیر داره میشه، ژانر وحشت اصلا نداریم، ژانر دفاع مقدس ما بسیار حقیر شده. ژانرهایی هست که این ژانرها مخاطب زیادی داره، ژانر دینی ما که اصلا هیچی فیلم نیست. به نظر میرسه فقط کم کردن قیمت بلیت چاره ساز نباشه، شاید بهتره برای بالا رفتن کیفیت فیلم ها هم جلساتی برگزار بشه.
شورای عالی تهیه کنندگان علیه پولشویی در سینما بیانیه داده و گفته با کمال تأسف مدتیه با افزایش بی‌رویه و غیر متعارف هزینه‌های تولید خصوصا در بخش دستمزدها روبرو هستیم. نباید اجازه دهیم دستمزدهای ناهنجار همدلی و همراهی و همکاری همه ما را دچار خدشه کند. پول‌های مشکوک در سینما منتقدان زیادی پیدا کرده. البته هر کس از یک زاویه به ماجرا نگاه می‌کنه. این وسط بعضی اعتراضات و گلایه‌ها هم میل به افشاگری دارن. مثل این سه دیدگاه. بزرگترین خطری که سینما ایران رو تهدید می‌کنه دستمزدهای غیر متعارفه که حتما بخشش ناشی از این پوله. ما یه سری چیزایی داریم که می‌تواند ایجاد یک سازوکار بکنه. بالا تحسین خود میشه خانه دیگه، خانه سینما. او باید یه جایی بالاخره مهر پایان بزنه. قصه اینه که یک جریان، یک جمع محدود 10-15 سال سینما ایران رو در واقع در اختیار خودش گرفته با فیلم‌های بسیار سخیف و چرخه ساخت تا اکران رو در اختیار خودشون گرفتن، به محض اینکه احساس میکنن خطری تهدیدشون میکنه، آدم جدیدی میخواد توی گردونه اونها وارد بشه، شروع میکنن تهمت زدن، حرف زدن، این پولای کثیف از کجا اومده، نمیدونم شما دستمزدهای نجومی دادید به بازیگرا. خلاصه که با این اوصاف تقریبا هیچ کس آینده خوبی برای سینمای ایران پیش بینی نمیکنه. حمید حامی و نیما مسیحا، دو خواننده شناخته شده از نسل اول موسیقی پاپ، تصمیم گرفتن یک برنامه مشترک اجرا کنند. تو خواب خالی جنون یکس خاک سریا. این خبر برای علاقه‌مندان به این نوع موسیقی خبر خوبیه. اونهایی که نسبت به انواع اغلب سخیف و بی‌محتوایی که این روزها در سالن‌های مختلف شهر بیداد می‌کنه گلایه دارن. اون هم در استقبال از خواننده هایی که نه خودشون رو زیر نام هیچ جریانی از مافیای موسیقی میدونن و نه از نقد به وضعیت موجود ترسی دارن. یه نمونش تالار وحدت که تبدیل شده به تالار عروسی. نگاه کنید، یه گروه بندری چند وقت پیش من دیدم تو تالار وحدت، فقط عروس و دوماد رو استیج نبودن. از دنیای موسیقی خبر دیگه این که رضا صادقی در جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی مورد تقدیر قرار گرفت. این تقدیر به دلیل اجرای قطعه پابند توسط این خواننده بود. پابند یه اتفاق خیلی خیلی باحالی بود، خیلی دلنشین بود، به دلیل اینکه اتفاقات توی ضبطش اتفاقات خیلی واقعی شعاری نبود، خیلی شعوری بود. بلکه پای ما رو که پابندتی تفسیرهای دلبخواهی از اصل آزادی قراردادها کار دست خونه به دوشا داده. دولتی ها هم میگن دست و بالشون بسته است. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم این گزارش رو تماشا کنید. شب خوش. شما صاحب خونه یا مستاجر؟ والا مستاجر. دنبال ملک بودیم، مثلا راه 80 متری رو 200 تومن نمیداد. هیچ چیزی هم نیست مثلا بگن آقا طبق این ما داریم اجاره میگیریم. این حرفا دغدغه این روزهای اجاره نشین هاست. تیر ماه و آغاز فصل نقل و انتقالات امسال خونه به دوشا رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. وضعیت اجاره که الان خیلی خرابه. 96 متر قرشه 120 میلیون پیش 3 میلیون و 600 هم کرایه. این باید 1500 کرایش باشه. آمارهای بانک مرکزی نشون میده متوسط قیمت هر متر مربع خونه در فروردین امسال نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری داشته. تعیین قیمت اجاره با هم همیشه تابعی از قیمت مسکن بود. هر وقت که قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه به تبع اون افزایش اجاره بها هم ما به دنبال داریم. اما ریشه این افزایش قیمت ها هم در قیمت مسکن و هم در نرخ اجاره بها، نخست از کمبود مسکن. آخرین سرشماری که کشور داشته سال 95 ما نزدیک 1,900,000 تا کمبود مسکن داشتیم. از 7,800,000 واحد مسکونی که در سال پروانه ساختمانی براشون صادر میشد، الان به تقریبا کمتر از 350,000 واحد مسکونی رسیدیم. و بعد از توزیع ناعادلانه مسکن در کشور آب میخوره. سرشماری سال 95 نشون میده که 70% درصد تملک در اختیار
تقاضای سرمایه‌ای 30% در اختیار تقاضای مصرفیه. همه اینها نشون میده که بازار اجاره بها این روزها با یک مشکل مواجهه. اینکه در سامانه دفتر اقتصاد مسکن خبری از گزارش‌های آماری درباره اجاره بها نیست. اتحادیه فکر اساسی بگه طبقه بندی کنه منطقه رو، یه قیمت گذاری کنه. منطقه 6 و 4 فلان اینقدر، شمرون اینقدر. سال 94 خود دولت به وزارت مسکن تکلیف کرده که این سامانه رو تشکیل بدید، ولی تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم هیچ گونه اقدامی تو این زمینه نشده. علاوه بر اینها تمایل مالکان برای گرفتن اجاره بیشتر شد و این موضوع بار بیشتری رو بر دوش مستاجران تحمیل کرده. بازار خب یه مقدار پرنوسان شده. مجرا هم خب خیلی ترجیح نمیدن که رهن بالا بگیرن، بیشتر ترجیح میدن که حالا یه اجاره بگیرن. حالا جای سوال برای خونه به دوش ها اینه که چرا مسئولان بر این بازار نظارت ندارن؟ دولت هیچ موقع در بحث اجاره بها مداخله نداشته. هیچ موقع به لحاظ قانونی ورود هم نکرده. نکته های اهمیت اینه که یک بحث قراردادی بین مالک و مستاجر بوده. اما برخی کارشناسان معتقدند دولت جدای از راهکارهای بلند مدت میتونه با راهکارهای کوتاه مدت نبض این بازار رو به دست بگیره. قدم اول اعلام سیاست ها، دوم تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی برای اشراف بر وضعیت بازار، وضعیت مالکیت ها، سوم ایجاد قوانین مالیاتی برای محدود کردن تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه‌ای. حالا هم از مسئولین انتظار میره تا برای بازگردوندن آرامش به این بازار تلاش کنن و همین که مالکین تا جایی که میتونن هوای مستاجرین رو داشته باشن. علی خانی، باشگاه خبرنگاران جوان.